بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بیننده محترم، ساعت 23 دقیقه به وقت تهران است. رونق صنایع دستی در بین بانوان افغانستانی. در 3 سالی که برای تحصیل و کار دختران و زنان افغانستانی محدودیت ایجاد شد، اکنون بسیاری از این زنان به تولید صنایع دستی رو آورده اند. عطرخان امسال نفر اول کنکور سراسری افغانستان شد و مورد تقدیر قرار گرفت. 3 سالی است که کنکور سراسری افغانستان بدون حضور دختران برگزار می شود و درهای دانشگاه ها بر روی آنها بسته است. کار در ادارات نیز برای بانوان محدودیت دارد. اما دختران و زنان این سرزمین آموختند که خود را با هر شرایطی تطبیق دهند. آنها بیکار ننشستند. به نمایشگاهی در کابل رفتم که در اینجا هر کسی داستانی متفاوت داشت و بخت خود را در هنرهای مختلف از جمله صنایع دستی در این چند سال آزموده بود. خانم احمدی از بامیان آمده است. او پس از اینکه آرایشگاه های بانوان در افغانستان بسته شد، اکنون در حرفه صنایع دستی کار می کند. از او پیش آرایشگاه داشتم که خیاطی پیش می بردم، دیگه باز طالبانی شد و آرایشگاه را بند کرد، باز من بخواستم تجارت پیش ببرم. خانم صدیقی هم از کابل در خلق تابلوهای هنری مشغول است. خب بعد از اینکه مکاتب بند شد، درس و تحصیل روی دخترها بسته شد، دیگه ما خواستیم یک سرگرمی ذهنی، یک شغل را به خود ما پیدا کنیم تا اینکه سرگرم شویم و همچنان یک درآمد از طریق ازمی شغل ما داشته باشیم. برخی از بانوان هم شغل دولتی خود را از دست داده بودند و در بخش صنایع دستی مشغول شدند. کارمند بودیم؟ بله کارمند بودیم، ولی فعلا چون بیکار شدیم بیشتر به چیزا رو آوردیم. بیکار چطوره؟ خوبه نسبتا. اگه همچین نمایشگاه هایی برگزار شوه فروشات داریم. البته خلاقیت و هنر بانوان افغانستان مورد تحسین هم نوعانشان قرار گرفته است. صنعت دستی کشور خود ماست، استعدادهایی که پنهان است مخصوصا از بانوان عزیز ما، ما اینجا میبینیم به نمایش گذاشتن. با این حال باز شدن دوباره مدرسه ها و دانشگاه ها بر روی بانوان همچنان مطالبه جدی دختران و زنان افغانستان است. خواهش ما اینه می است که امی دولت مکاتب و پانتونا را برای دخترها باز بکنن. در حالی که مشغول تهیه گزارش هستم، دانش آموزان دختر در صفهای منظم به دیدن خلاقیت های دختران و زنان افغانستان به نمایشگاه می آیم. نمی دانم که آیا آنها در سالهای آینده بالاتر از کلاس ششم اجازه تحصیل خواهند داشت یا خیر. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل. سخنگوی دولت شایعات مطرح شده مبنی بر فروش زمین‌های چابهار به اتباع خارجی را تکذیب کرد. زمین فروخته نمیشه، مالکیت و حاکمیت زمین‌ها در اختیار جمهوری اسلامی ایرانه و قابل انتقال نیست مطلقا. اگر همچنین چیزی باشد که شما فرمودید شنیده ها حاکی از این است، شنیده ها، اگر همچنین چیزی باشد در قالب در واقع مصالح ملی و بهره برداری های مشترک و در قالب منافع مشترک بهره برداری ممکنه سپرده بشه. این در واقع واژگان رو بهش دقت کنیم، چون واقعا واژگان خیلی بارهای حقوقی جدی دارن. لذا مالکیت زمین های جمهوری اسلامی ایران متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران است. مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بیش از 30,000 دانش آموز اتباع فاقد مدارک هویتی در مدارس این استان خبر داد. در استان سیستان و بلوچستان بیش از 30,000 دانش آموز اتباع و فاقد مدرک هویتی ثبت نام شده. تاکید وزیر محترم بر این بود که حتی در ثبت نام شهری دریافت نشه و الان این مجموعه دانش آموزان در 34 مجموعه آموزش پرورش استان سیستان و بلوچستان مشغول تحصیل هستند. هم کتاباشون هم ثبت نامشون رایگان هست و مثل تمام دانش آموزان عادی خدماتی که شامل اونها میشه شامل اینها هم میشه، هم در حوزه معلم هم در حوزه مدرسه. و تمام تلاش آموزش پرورش بر این است که به طور مساوی توجه کنه و از تعلیم تربیت این دانش آموزان.
حضور هیئت ایران در نشست سالانه کمیته اجرایی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد. این نشست هر ساله با حضور مقامات عالی رتبه کشورها و نمایندگان سازمانهای بین المللی در ارتباط با موضوع پناهندگان و تعهدات جامعه بین المللی برای حمایت از آنها و کشورهای میزبان مهاجران برگزار می شود. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در دیدارهای جداگانه با مسئولان عالی رتبه سازمان ملل در امور پناهندگان و مقامات کشورهای حاضر درباره همکاری‌های مشترک رایزنی خواهد کرد. 75 نشست سالانه کمیته اجرایی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تا 27 مهر ادامه دارد. نخستین همایش سوارکاری با حضور 50 سوارکار ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش معرفی اسب راهوار یا یورقه با همکاری هیئت سوارکاری خراسان رضوی و هیئت سوارکاری مهاجرین افغانستانی است. نخستین همایش سوارکاران ایرانی و افغانستانی در مشهد برگزار شد. این همایش به هدف معرفی اسب راهوار یا یارقه، نژادی اسبی مشترک در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بود. این همایش به منظور شناسوندن اسب یارقه یا راهوار هستش که به اصطلاح مشترک است بین ایران و افغانستان، نژادی که از نژاد کاملا اصیلی است و بومی هم کشور ایران هم کشور افغانستان هست. اسب راهوار یا همان یورقه به نوعی از اسب‌های مسابقه اطلاق می‌شود. اسب بومی و خراسان و توی کشور هیچ حمایتی تاکنون ازش نشده. در صدد که اگه بشه اینو به کل ایران بشناسونیم و استفاده خوبی از این اسب بشه. خیلی از این نژاد اسب به افغانستان انتقال پیدا می‌کنه و خیلی اونجا این تیره اسب زیاد هست. و اسبای خیلی خوبی هم اونجا پرورش دادن و تولید کردن. راهوار یا یورقه نوعی از راه رفتن اسب است که در آن اسب دست و پای همجهت را همزمان برمی‌دارد و همین امر حالتی نشاط انگیز را ایجاد می‌کند که مانع خستگی سوارکار می‌شود. قبلا ما به افغانستان به علت استوری می‌کردیم، مسابقات داشتیم. چند مدت همش که ایران اومدیم ولی دیگه استوری می‌کنه و مسابقات برگزار میکنه. خیلی خوشحالیم که انشالله این مسئله یورقه سواری در حاشیه بوده به صورت رسمی بیایه از حاشیه در بیایه. یکی دیگر از اهداف این همایش اتحاد و آشنایی سوارکاران دو کشور ایران و افغانستان برای برگزاری مسابقات سوارکاری مشترک و استعدادیابی در بین سوارکاران مهاجرین افغانستانی بود. به خاطر مستجم بودن و اتحاد بین مهاجرین و برادران ایرانی ما برگزار کردیم. قرار شد که انشالله ما ظرفیت هایی که در بخش سوارکاری در استان خراسان رضوی داریم به نمایش گذاشته بشه و آمادگی برای برگزاری مسابقاتی که در آینده برگزار میشه رو داشته باشه. در این همایش 50 سوارکار ایرانی و افغانستانی حضور داشتند و در پایان از سوارکاران پیشکسوت دو کشور تقدیر شد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان با سفیر ایران در افغانستان دیدار و درباره وضع مهاجران افغانستانی گفتگو کرد. آقای رحمان حقانی در دیدار با آقای کاظمی قومی سفیر و نماینده کشورمان ضمن قدردانی از میزبانی 40 ساله ایران از مهاجران افغانستانی گفت طالبان تصمیم دارد تا مهاجران را به کشور بازگرداند، اما باید یک سازوکار مشترک ایجاد شود. سفیر کشورمان هم در این دیدار گفت تهران در شرایط سخت در کنار افغانستان است و تا آخر خواهد ایستاد. بازگرداندن بیش از 8000 تبعه غیر مجاز از خوزستان به کشورهای خود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت در نیمه نخست امسال 8101 تبعه خارجی غیر مجاز در این استان به کشورهای خود بازگردانده شدند. به گفته آقای باوی، بیشتر اتباع خارجی ساکن استان خوزستان از کشورهای افغانستان، عراق و پاکستان هستند. همچنین بیش از 6000 تبعه خارجی دارای مجوز اقامت در استان ساکن هستند و تعداد اتباع غیر مجاز در استان 20000 نفر تخمین زده می شود. پایان این بخش خبری و سپاس از همراهی شما.